دوست من سلام، احوال دلت چطوره؟ امروز من دو تا مهمان عزیز دارم از جنوب کشور، میخوام براشون یه غذای رژیمی سالم درست کنم که نه چرب باشه نه سرخ کردنی باشه، اما تند باشه. پس همراه من باش. من ببینید چقدر آبدار و لطیفه. یه مرغ سالم برای مخصوص دوستان این غذای سالم و رژیمی میخورن. اگه میخواید مرغتون بوی زهم نده و هیچ بوی بدی اصلا نده و یه مرغ خیلی خوب منسجم داشته باشید، حتما چند ساعت داخل آب، نمک و یه قاشق سرکه قرارش بدید. این امر باعث میشه بوی بد مرغ شما از بین بره. حالا من میرم اینو میشورمش، خشکش میکنم، برمیگردم و مواد بهتون معرفی میکنم. خب من میخوام یه غذا درست کنم هم پروتئین داشته باشه، هم کربوهیدرات و هم سبزیجات. پس از اینا استفاده میکنم. دو تا سیب زمینی درشت میخوام، دو تا بلال یا همون ذرت میخوام، گوجه گیلاسی، پیاز بنفش و فلفل دلمه‌ای و مرغ. خب من اول مرغمو تمیز میکنم، جایی که نیاز ندارم و ازش میگیرم، بار ازش جدا میکنم، اینورم به همین شکل میذارمش کنار. میام سراغ چربی های اضافی بغل روم، اینها رو حتما باید جدا کنید ازش بچه ها، اینا رو باشون کاری ندارم. انتهای مغرم به همین شکل، گردنش رو هم میخوام ازش جدا کنم، بذارم این پوستش رو بردارم اول. خب حالا از وسط کاملا بازش میکنم. به این شکل یه موقع پروانه کامل اینجوری راحت هم داخل شکمش تمیز میکنم و دیگه اصلا بوی زهر بد نخواهد داد. حتما داخل شکمش هم کاملا تمیز کنید، هیچ چربی، غده، هیچ داخلش نباید بمونه. خیلی خب من مرغ داخل ظرفی که میخوام مزه‌دارش بکنم قرار میدم. یه قاشق چای خوری نمک اضافه میکنم داخل ظرفم، یه قاشق چای خوری پر فلفل قرمز، یه قاشق چای خوری پر پودر سیر، یه قاشق چای خوری زنجبیل، یه قاشق چای خوری پودر گوجه، نصف چای خوری پرک چیلی تنده ها، 4 قاشق غذاخوری روغن زیتون، یه قاشق غذاخوری هم زعفران. حالا رو با هم دیگه مخلوطشون میکنم. خب حالا سوسی که درست کردیم و به این شکل داخل رو من باز میکنم بچه ها. اول داخل رو قشنگ همه جاشو آغشته کنید. زیر پوست خورم به این شکل. اگه دوست داشتید پوستش رو جدا کنید بلاش، و من ترجیح میدم پوستش روش باشه. قشنگ زیر پوست خورم عدی بکشید همه جاشو. حالا روش رو موشنبا میکشم یا سلفون میزم داخل یخچال، حداقل 2 ساعت استراحت کنه. دوستان این 2 ساعت حتما استراحت کنه، چون مدت زمان است که قشنگ این ادویه ها به خورد مرغمون میرن. تا این بره استراحت بکنه من دستمو بشورم، بیاین برای سبزیجات خوشمزش. خب بچه ها سالادی که میخوام درست بکنم، متوجه مهمانان من هرچون قبلا این سالاد خوردم و دوباره سفارش این سالاد دادن، یه خود عجیب غریبه چون یه سس خیلی خوشمزه هم داره، امیدوارم که شما هم خوشتون بیاد. نیازه که من توی یخچال استراحت کنه، برای همین اول سالاد درست میکنم. گوجه گیلاسی ها رو وسط فقط برش میزنم، خیلی ریزشون نمی کنم. یه مقدار نمک بپاچید روش،
یه خیلی کم فلفل. امروز همه چی با فلفله، چون مهمان ها از جنوب کشور دارن میان. سماق، روغن زیتون. خب من فعلا لیمو رو میذارم کنارش، هر وقت خواستید بیارید برای سرو اون موقع آب لیمو رو روش بچه کنید. یه مقدار کم نمک، همینطور به سیب زمینی ها یکم بیشتر، فلفل قرمز به سیب زمینی ها، روغن زیتون به سیب زمینی ها، آویشن به ذرت یا بلال ها، یه مقدار روغن زیتون. حالا حسابی زیر رو کنید تا نمک و فلفل به خودش کاملا بره. بلال رو هم به همین شکل حسابی قشنگ چربش کنید، ماساژ بدید. یه فول بردید، یه کاغذ روغنی بذارید روش. حالا سیب زمینی ها رو من پهن کنم. خب این سیب زمینی ها خیلی تو کامنت پرسیده بودن که چیکار کنیم که مرغمو کاملا بریون بشه. نکته مهمش اینه، حتما مرغتون رو توی طبقه آخر فر بذارید، پایین نه، بالاترین طبقه فرتون، جایی که مرغتون رو کاملا بریون میکنه. پس میریم و برمیگردیم تا هم سروش کنیم هم تایمو بهتون بگم. یه مقدار روغن زیتون بریزید روی سبزیجاتمون. جعفری ساتوری شده تازه یا مثل من جعفری خشک یکم. حالا آب لیمو ترش، دوستایی گلم دمای فر 200 درجه، مدت زمان پخ 1 ساعت و نیم. مرغ بریون درست کردیم به سبک جنوبی های عزیز. این که میگم سبک، نه اینکه رسیپی جنوبی ها، تنده، خیلی تنده، میخوری میری هوا. الان ببینید چقدر آبدار و لطیفه. اگه تا اینجا خوشت اومد ممنون میشم با لایک و کامنت یه ریاکشنی از خودت نشون بدی. بچه‌ها برای این ویدیوها واقعا خیلی زحمت کشیده میشه و تنها انتظار من از شما اینه که یه ریاکشن مناسب از خودتون نشون بدید که خستگی از تنها در بره. اگه سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. 130 مدل طعم و مزه با مرغ فقط میخوام براتون بذارم. دیگه مرغ تکراری نخورید. خوشحال میشم بهم بگید از کدوم کشور منو میبینید. بیاید با هم دیگه بیشتر آشنا بشیم. دوستتون دارم. تا آموزش بعد، خداحافظ.